سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز دوباره اومدیم با یه ویدیوی دیگه با بابام. همونجوری که خیلی استقبال کرده بودین از ویدیوی قبلیمون، تصمیم گرفتم دوباره بیارمش جلوی دوربین و باش یکم صحبت کنیم. سلام دوستای عزیز و خوبم، امیدوارم تنی سالم و دلی خوش داشته باشین و از اینکه باز دوباره موفق شدم که با شما دوستای عزیز گپی داشته باشم خیلی خوشحالم. خب بچه ها، امروز اومدیم یه چند تا سوال از بابام بپرسیم، نظر بابام راجع به دیدگاه پدر و مادر رو بدونیم و ببینیم مثلا چیه دیگه. بابا، اولین سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که یه راه آسون یا یه راه مثلا خیلی خوب واسه شناخت بچه ها، شناخت پدر و مادر نسبت به بچه ها. بله، هر پدر و مادر یکی میتونن مدعی باشن که یه پدر و مادر خوب زمانی میتونن مدعی بشن که بچه هاشون رو میشناسن، اینه که با اونا دوست باشن و سعی کنن خصوصیات ذاتی و درونی اونا رو بشناسن. متاسفانه ما پدر و مادر فقط بچه هامون رو به اسم میشناسیم بدون اینکه از خصوصیات ذاتی اونا خبر داشته باشیم، بدون اینکه با اونا دوست باشیم. و یک پدر خوب یا یک مادر خوب فرقی نمیکنه، زمانی میتونه ادعا داشته باشه که بچهشو شناخته، اینه که در پای درد دل اون بشینه، به مشکلاتش گوش بده و در کل با اون رفیق باشه، سعی کنه بچهشو از خودش دور نگه نداره که بچه مجبور نباشه که مشکلاتشو درگیریاشو از چشم اونا دور ببینه و حرف دلشو بایستی به پدر و مادر بزنه که شناختش نسبت به بچهش بهتر کنه. بله، مرسی مرسی پدر گرامی. و اینکه حالا چند تا سوال در مورد خودم ازت میپرسم که ببینم تو چقدر منو میشناسی. اولین سوال اینه که اگه یه روز منو پلیس دستگیر کنه به نظرت به چه جرمی بوده؟ من با توجه به خصوصیاتی که از تو دارم و میدونم که هرگز مرتکب خلافی نمیشی که بخواد پلیس تونو دستگیر بکنه. نه کلا یه سوال لازم، شاید به خاطر مسئله همین حجاب شاید پلیس باید برخورد داشته باشه. من فکر نکنم مشکل دیگه داشته باشی. بله مرسی. بعد اینکه یا مثلا دیگه چه سوالایی بپرسیم از ازت؟ خواهش میکنم به خاطر اینکه شأن خودتو حفظ کنی، به خاطر اینکه احترام خودتو داشته باشی، به خاطر اینکه تو جامعه کسی نتونه نسبت به تو ایرادی بگیره و یا مشکلی برات باشه سعی کن که همیشه وضعیت ظاهری خودتو تو جامعه جوری نشون بدی که جامعه پسند باشه و برخلاف ادعای بعضیا، برخلاف عقیده و عقاید بعضیا که فکر میکنن که یه دختر بایستی با داشتن یک چادر یا روسری خوب باشه، ولی من نه، من اعتقادم بر اینه که یه دختر میتونه با وضعیت ظاهری متناسبی هم که جامعه اونو قبول داشته باشه میتونه آزادی های بهتری داشته باشه. خب بابا، یکی از اخلاقای خوب و یکی از اخلاقای بد منو بگو. ببین عزیز بابا، یکی از خصوصیات های مهمی که هر فرزند یا هر بچه میتونه نسبت به پدر و مادرش داشته باشه اخلاق نیکوه، که خوشبختانه تو از این خصوصیات برخورداری و اخلاق خوبه، دلسوزی، دلرحمی میتونه نشونه بارزی باشه. اخلاق بدم چطور؟ اخلاق بدت هم متاسفانه خیلی میرم رو مخت، اینه که آدم عجولی هستی و در زندگیت همیشه برای کارات زود تصمیم میگیری. این خصوصیات یکی از خصایص بدته که سعی میکنی همیشه کاری که میخوای انجام بدی با عجله، بدون اینکه بدون برنامه ریزی، احسن بدون اینکه تحقیقی کرده باشی کارتو انجام میدی. این یکی از خصوصیات بدته. و اینکه شما 10 سال آینده منو چطور میبینی؟ من پیشگو نیستم، ولی امیدوارم و این آرزوی قلبیمه که
همچنان که تا حالا پیشرفت کردی، از این به بعدم به امید خدا با پشتوار کاری که از دارم پیشرفت میکنی و قله‌های ترقی تو یکی یکی به امید خدا طی میکنی و به هدفی که داری انشاءالله میرسی. مرسی پدر جان، مرسی. بعد این که خب بذاری کم فکر کنم اینم دیگه چه سوالی میتونم بپرسم. آها بابا، الان خیلی از کسایی که ویدیوهای منو نگاه میکنن، مخاطبای من یا کسایی که حالا منو دنبال میکنن و اینا، همسن و سال خودت هم و بچه هاشون در واقع همسن منن، چون توی کامنت ها همیشه میبینم که مینویسن من بچه‌م همسن توه، مثلا کاش انقدر شجاع بود، شجاعت داشت اینا. بعد تو حرفت به اون همسنای خودت که ویدیوهای منو میبینن و ازشون عاجزانه خواهش میکنم بذارن بچه هاشون خودشون راه ترقیشون، راه پیشرفتشون خودشون انتخاب کنن، مانع پیشرفتشون نشن، سعی نکنن اونا رو سرکوب بزنن، سعی نکنن جلوی پیشرفت اونا رو بگیرن. فرزندتون اگه خودش راه خودش انتخاب کرده و میبینیم واقعا راه صحیحه، نمیتونه نابودی براش کشیده بشه، بذارین خودش راهش انتخاب کرده ادامه بده و شما هم دورا دور، نه اینکه اونو بپایین، نه، دورا دور اونو کمک کنین و حامی و حافظ او باشین. آها بعد بابا اینم راستی بذار بگم که الان خیلی از رسانه ها مثلا در موردشون دارن صحبت میکنن در مورد این داستان، این که خیلی از جوان ها مثلا همسن و ساله من، حالا یا بزرگتر از من کچی در من، خیلی هاشون درگیر مثلا اعتیاد به سیگار و ماریجوانا و اینا دارن. حرفت به اونا چیه؟ متاسفانه الان تو جامعه ما، نه تا فقط جامعه ما، تو جامعه بشری اکثر جوان ها حالا خواسته یا نخواسته به راه اعتیاد کشیده شدن. حالا این راه اعتیاد فرق نمیکنه، چه سیگار باشه، چه مشروب باشه، چه مواد باشه، چه قمار باشه، و اینو متاسفانه این برنامه و توطئه‌ای که برای جوانا چیدن منجر به نابودی یک جوان میشه. یک جوان اگه میخواد تو زندگیش موفق باشه، پیشرفت کنه و از زندگیش لذت ببره، باید از این چیزا به دور باشه تا اینکه همیشه تنی سالم میشه داشته باشه. انشالله بچه ننین سمت این چیزا، بده زشت نکنین این کار رو. و اینکه مرسی، مرسی از تمام کسایی که تا اینجا ویدیو با مون بودید. متشکرم از همتون. کامنت یادتون نره، لایک سابسکرایب یادتون نره، نظراتتون حتما کامنت کنید. من با بابام با هم دوتایی میخونیم نظراتتون رو و جوابتون رو میدیم. خیلی دوستتون دارم. با امید دیدار بابا شما هم. همه دوستای خوب و بزرگوار من به خدای منان میسپارم. امیدوارم عمری باشه و در ویدیو بعدی با تمام دوستا دیدار نو داشته باشم. هر سوالی دارین، هر محتوایی دارین، هر چی، هر نظری دارین توی کامنت ها بگین بچه ها چکشون میکنیم. مرسی، مرسی از همه. تو شبتون بخیر.